بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون علاقمندان نهاد گرامی برنامه تعلیمات اسلامی از شبکه نورین. السلام علیکم و رحمت الله برکاته. برادران و خواهران گرامی به برنامه خوش آمدین. امیدوار هستم که تا آخری برنامه با ما باشین. حالا من می پردازم به پاسخ پیام های شما. برادری ما ناصر از نشته کردن که در نماز ویتر در هنگام قنوت چرا مذهب حنفی رفی یدین می کند؟ برادر نهایت عزیز، رفع یدین در قنوت یا در ویتر از پیامبر گرامی علیه السلام ثابت است. مذهب حنفی آنچه که عمل می کند و آن احکامی را که قائل هست همش بنابر بنیاد احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست. حضرت پیامبر گرامی علیه السلام در نماز ویتر در رکعت سوم رفع یدین کردند. پیامبر گرامی علیه السلام می فرماید که لا ترفع الایدی الا فی سبعه مواتین. از جمله سبعه مواتین که هفت جای رسول الله فرمودند که دستها بلند می شود، یکیش ویتر است، یکیش نماز ویتر واجب هست و در آخرش که در رکعت سوم بعد از خواندن یک سوره رفع یدین صورت میگیرد. این رفع یدین بنابر عمل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست. پیامبر گرامی رفع یدین کردن، ما رفع یدین میکنیم. السلام علیکم، علی احمد هستم از ولایت هرات. بعضی مردم برای جماعت تبلیغی میگویند که خوب مردم نیستن. شما درباره جماعت تبلیغی چی نظر دارید؟ جماعت تبلیغی مردم خوبی هستند، مردمی هستند که مردم را به سوی اعمال پیامبر گرامی علیه السلام می خوانند و به زندگی اجتماعی پیامبر علیه السلام زیاد تاکید می کنند و همگرایی، همسویی، همفکری، احترام متقابل و اینها را جماعت تبلیغی به مردم می آموزاند که همه اینها در واقعیت عادت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود. پیامبر گرامی علیه السلام زمانی که تشریف آوردن خواستن که در میان تمام مردم محبت ایجاد کنند، صمیمیت ایجاد کنند. رسول الله مردی بسیار حلیمی بود، بسیار بردبار بود، بسیار آرام بود، بسیار باصبر بود، خشن نبود، قهر نمی شد و ناگوار نمی گفت، ناسزا نمی گفت. و تبلیغی جماعت هم یکی از کارهایشان است که مردم را به سوی عبادت الله جل جلاله فرا می خوانند که کار خوبی هست و سبب خلقت ما شما هم همین است. ما برای عبادت آفریده شدیم. هر انسانی که عبادت می کند او کامیاب است، به هر نحوی که می کند، به طریقه های پیامبر گرامی علیه السلام عبادت می کنند، اونها کامیاب هستند. بنابراین پس هر انسانی که ما را به سوی عبادت فرا می خواند و به سوی وحدانیت الله فرا می خواند، به سوی صمیمیت و برادری و اخوت و همگرایی و همسویی فرا می خواند، اونها مردمان خوبی هستند. ما شما هم کوشش کنیم که در مابین مردم افغانستان و اقوام افغانستان نزدیکی را ایجاد کنیم، صمیمیت را ایجاد کنیم، برادری را ایجاد کنیم تا باشد که یک کشوری آباد و آزاد و مستقل و اسلامی داشته باشیم. برادر ما نشته کرده که محمد خاکسار است از ولایت غور، ولسوالی دولتیار، قریه چترکایی، نفهمیدم. دو برادر زاده دارم به نام عاقله و شکیلا. بیبی برادر نهایت عزیز، کوشش کنین که نام پرسان نکنین و یک مسئله دینی را پرسان کنین که تا ما رو از بحث کنیم. سلام بر شما، دوست محمد هستم از ولایت تخار، ولسوالی چاآب،
حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بعد از وفاتشان جانشین کسی را تعیین کرده بودند یا خیر، معلومات بدهید. برادری نهایت عزیز، پیامبر خدا علیه السلام پیامبر بود، از طرف الله تعیین شده بود و دیگر کس پیامبر شده نمی توانست. رسول الله که از دنیا رحلت کردن هیچ انسانی را جانشین خود تعیین نکردند. بعد از وفات پیامبر گرامی علیه السلام، چون به یک جانشین اشد نیاز بود که یک کس جانشین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تعیین شود و زمامداری مردم را به عهده بگیرد و نظام را به پیش ببرد. البته اصحاب کرام رضوان الله علیهم اجمعین، اصحاب کرام و بزرگان اصحاب کرام، شخصیت ها و کسانی که به پیامبر علیه السلام نزدیک بودند و کسانی که در مابین صحابه فقیه بودند و علم بیشتر داشتند، همه نشستند و روی این موضوع که ما باید به پیامبر علیه السلام جانشین تعیین کنیم تا باشد که زمامداری اسلام را به پیش ببرد. به اتفاق آرای همه مردم، به اتفاق آرای اکثر مردم و خصوصا از اصحاب کرام و از اصحابی که جلیل القدر بودند، اصحابی که فهم و دانش بیشتر داشتند و پیامبر علیه السلام نزدیک بودند، به توافق همه اینها حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه را برای جانشین پیامبر علیه السلام انتخاب کردند. وجوهی برجستگی های حضرت ابوبکر صدیق، اولش ای بود که اولین مردی که به پیامبر علیه السلام ایمان آورده بود حضرت ابوبکر صدیق بود و مردی که در سختترین شرایط پیامبر گرامی علیه السلام را معیت کرد، که تمامی حالات پیامبر و تمامی ظاهرش بیانگر ازی بود که پیامبر علیه السلام خدای نخواسته دستگیر می شود و از بین می رود، که مشرکین قصدی شهادت رسول الله را گرفتن و اطراف خانهش محاصره کردن. خدای یکتا به قدرت کاملیش اون شب پیامبر را از خانهش کشید و دمی شرایط بعد، دمی شرایط سخت، حضرت ابوبکر صدیق پیامبر گرامی علیه السلام را معیت کرد. و این هر انسان انجام نمی دهد، انسانی انجام می دهد که پیامبر دوست داشته باشد. پیامبر گرامی علیه السلام را حضرت ابوبکر بسیار دوست داشته بود، حتی به قیمت جانش از پیامبر گرامی علیه السلام دفاع کرد. علما نشته می کنند شبی که پیامبر علیه السلام از منزلش بیرون رفت به حکم پروردگارش و اونجا تمام مشرکین اطراف خانه پیامبر گرامی علیه السلام را گرفته بود، خدای یکتا به پیامبرش وحی کرد که شما مشتی از خاک را بگیرین به طرف کفار پرتاب کنین. پیامبر علیه السلام همین کار را انجام داد، مشتی از خاک را گرفتن و به طرف مشرکین پرتاب کردن و چشمای اینها نابینا شد و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از قاطی از اینها بر آمدن. پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله و سلم می فرمند که من زمانی که از میان مشرکین خارج می شدم می خواستم برایم، لباسای ما به لباسای مشرکین اصابت می کرد، اما اونها مرا نمی دیدن، من اونها را می دیدم. الله جل جلاله در کیفیت امی پرتاب خاک که الله گفته بود، دستور داده بود، در قرآن کریم می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، تو نزده بودی زمانی که تو زدی، یعنی تو خاک پرتاب نکده بودی زمانی که تو پرتاب کردی، ولکن الله رما، لکن خدا پرتاب کده بود اون خاک را. یک مشتی از خاک پیامبر علیه السلام چشمه های مشتکین در نابینا ساخت، پیامبر گرامی علیه السلام از میانشان بر آمد. در همین شب وحشتناک، در همین شب خطرناک، حضرت ابوبکر صدیق به پیامبر گرامی علیه السلام معیت کرد، به قیمت جانش بازی کرد و خدای یکتا چون پیامبر شه خواسته بود که حفاظت کنه، حضرت ابوبکر صدیق هم حفاظت کرد و اینها صحت و سلامت به مدینه منوره رسیدند. و دیگر اینکه حضرت ابوبکر صدیق خسر پیامبر گرامی علیه السلام بود، خسر حکم پدر دارد، بنابر شایستگی هایی که حضرت ابوبکر صدیق داشت، یار پیامبر علیه السلام بود، هم دل و هم سوی پیامبر گرامی علیه السلام بود،
پیامبر را دوست داشته بود و جگرگوشی شبانکای اسلامی به پیامبر اسلام داد تا باشد که به پیامبر خدمت بزرگی انجام داده باشد. بنابراین اصحاب کرام رضوان الله علیهم اجمعین حضرت ابوبکر صدیق را به اتفاق آرا برگزیدند برای جانشینی پیامبر خدا علیه السلام. دو سال کمتر و بیشتر حضرت ابوبکر صدیق زمامداری مسلمانان را داشت و غزوات و جنگ هایی که از جمله بسیار جنگ مهمی که حضرت ابوبکر صدیق انجام داده. در همین ایامی که پیامبر گرامی علیه السلام از دنیا رحلت میکنند، به نام مسیلمه الکذاب یک انسان بدبخت دعوای پیامبری میکند. از یک طرف رسول الله وفات میکنند، رحلت میکنند از دنیا، از طرف دیگر این آدم دعوای پیامبری میکند. پیامبر علیه السلام چون بخت یاری نکرد، قسمت یاری نکرد و عمر مبارکشان یاری نکرد که با مسیلمه الکذاب بجنگد، اما بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اولین تشکیلات نظامی که حضرت ابوبکر صدیق کرد به سوی مسیلمه الکذاب بود. مسیلمه الکذاب را از پای در آورد و مردارش ساخت و گفت که نبوت تو بر حق نیست، خدای یکتا سردار انبیا و خاتم النبیین که پیامبر علیه الصلاه و السلام بود فرستاد، دیگه هیچ انسانی بعد از پیامبر اسلام نبی شده نمیتواند، رسول شده نمیتواند و دروازه نبوت را الله با فرستادن پیامبر اسلام بسته کرده. این بزرگترین کاری بود که حضرت ابوبکر صدیق انجام داد و در خدمات اجتماعی و مذهبی و دینیش بزرگترین کاری که کرد جمع‌آوری قرآن کریم بود که به صورت احساس، به صورت بهتر، به صورت درست قرآن کریم در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نوشته شده بود، اما در پارچه‌های مختلف، در مثلا پوست حیوانات، در پوست درخت، در این چیزها قرآن کریم نوشته شده بود، مگر به صورت درست جمع‌آوری نشده بود. مگر حضرت ابوبکر صدیق این شهامت را کردند و یه خدمت را کردن که اولین کسی که قرآن را جمع‌آوری کرد و به دست نشر سپرد و ایرا یک من حیث یک کتاب منظم در میان مردم تقدیم کرد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بود که اولین جانشین پیامبر خدا علیه السلام بود. بعد از او، بعد از شهادت و رحلت حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خسر دومی پیامبر گرامی علیه السلام، حضرت عمر هم خسر پیامبر اسلام بود و به اتفاق آرای مسلمانان و اصحاب کرام جانشین پیامبر علیه السلام انتخاب شد که 7 سال بیشتر و کمتر حضرت عمر فاروق خلافت کرد و زمامداری دین را پیش برد و ساحات عجم را اکثرش حضرت عمر فاروق فتح کرد و تا ایران اسلام رساند حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. و بعد از او، بعد از شهادت حضرت عمر که از الله شهادت خواسته بود و خداوند نصیبش گردان، یک غلام کافر به نام لؤلو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه را در محراب شهید ساخت و در وقت نماز خواندن. علما نشته می کنند که حضرت عمر فاروق شجاع بود، هیچ انسانی در مقابلش استاد شده نمی توانست و این غلام بزدل از نماز سوء استفاده کرد، چون حضرت عمر فاروق در نماز بود، با استفاده از ای که او مصروف عبادتش است حضرت عمر شهید ساخت. بعد از شهادت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به اتفاق آرای همه صحابی که در ای اختلاف دوپارچگی هیچ وجود نداشت، همه مردم به اتفاق آرا حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه جانشین پیامبر گرامی علیه السلام و سومین جانشین انتخاب کردند. بعد از اینکه کشیدگی هایی که در مابین اصحاب کرام رخ داد و حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه شهید می شود در وقت تلاوت قرآن کریم، باز به اتفاق آرا مسلمانان همش حضرت علی رضی الله تعالی عنه را جانشینی و چهارمین جانشین پیامبر گرامی علیه السلام انتخاب کردند. بعد از حضرت علی رضی الله تعالی عنه دیگر خلافت وجود ندارد و اگر اصل امارت است، امیر المؤمنین شدن است و خلافت و جانشین بودن در 4 انسان ختم شده است.
حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنهم اجمعین. با دید ما پس چهار جانشین در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و جزئی‌ترین تخطی در حکومت این چهار جانشین صورت نگرفته و قرآن قسمی که در وقت پیامبر علیه السلام حاکم بود و در وقت پیامبر علیه السلام عملی شده بود، در وقت خلافت چهار جانشینش همین قسم عملی شده. ما در قرآن یک آیت داریم، الله جل جلاله میگد که من بندگانی دارم که اگر برای از اونها قدرت بدهم نظام مرا در زمین پیاده میکنند. همه مفسرین به این اتفاق دارن که منظور الله چهار جانشینی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. بعد از وفات حضرت علی رضی الله تعالی عنه دیگه خلافت وجود ندارد، اگر هست امارت است. امیرالمؤمنین است که اصحاب کرام رضوان الله علیهم اجمعین امارت کردن و نظام خدا یکتا را پیاده ساختن. برادر ما فرید نشته کردن کدام از کار بیشتر ثواب دارد. خو تمام ذکرها ثواب دارد، اما از لحاظ احادیث رسول الله بس کنیم. پیامبر خدا علیه السلام می فرماین که کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقلتان علی المیزان. در بخاری شریف که احادیث معتمدی دارد و اولین حدیثی کتاب بخاری امی حدیث است، پیامبر اسلام می فرماید که دو کلمه هست که به زبان خیلی ها آسان، خیلی ها راحت گفته می شود، اما ثقیلتان علی المیزان در کفی ترازوی روز قیامت خیلی ها گرنگ، خیلی ها سنگین، خیلی ها با اهمیت. او کدام است؟ سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. اینمی دو کلمه را پیامبر علیه السلام در زبان آسان خواندن. واقعیت که آسان است که ما بسیار براحتی میتونیم بگوییم سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. و پیامبر گرامی علیه السلام ایره در میزان روز قیامت، در ترازو روز قیامت سنگین خواندن. بنابراین پس این ذکر بگوین سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم، سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. یک حدیث دیگری رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، پیامبر گرامی می فرماید که از لا اله الا الله کرده دیگر ذکر برتر در دنیا وجود ندارد. لا اله الا الله، لا اله الا الله، از این ذکر کرده دیگه هیچ ذکر برتر ما نداریم، یکی و خلاص. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرمه که لا اله الا الله در میزان روز قیامت اینقدر سنگین است، اینقدر سنگین است. تمام دنیا را در یک طرف بگذارین، لا اله الا الله را در دیگه طرف، لا اله الا الله سنگین می شود. در ارتباط سنگینی امی لا اله الا الله، یک حدیث دیگری گفتن که یک آدمی که با یک اعمالنامه دور و دراز در روز قیامت حضور پیدا می کند، ملائکه اعمالنامهش می خواند که از سر تا پا همش گناه، به الله میگن که یا الله همه ای اعمالنامه دور و دراز گناه است. الله جل جلاله میگد که یک بار دیگه شما مرور کنین میشه کدام کاری درست و کاری خیر انجام داده باشد. بار دوم که ملائکا مرور میکنن میگن یا الله ما یک کلمه پیدا کردیم که در این عملنامه هست که او لا اله الا الله است. الله جل جلاله میگد که در کفه ترازوی اعمال صالحه بگذارن، لا اله الا الله را در کفه ترازوی اعمال صالحه میاندازن و امی عملنامه دور و دراز پر از گناه را در کفه ترازوی اعمال سیئه و بد میگذارن که کفه ترازوی اعمال صالحه سنگین می شود و ای سبک می شود و در نتیجه ای آدم وارد بهشت می شود. بیننده های گرامی، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. و اگر منظورتان دعا است، پیامبر علیه السلام این دعا را زیاد دوست داشتن. لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا الله رب السماوات والارض ورب العرش الكريم. پیامبر گرامی علیه السلام این دعا را زیاد دوست داشتن و زیاد به اجابت دعا زیاد تاکید کردن که هر انسانی که بخواند حتی دعایش قبول می شود. کمی لا اله الا الله زمیمی امیس و صفات الله زمیمی عزیز. لا اله الا الله العظیم الحلیم،
لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات والارض ورب العرش الكريم. تمام ملکیت الله دی ذکر شده. خدا یکتا هم مالک عرش است، هم حلیم است، هم کریم است، هم مالک دنیا و آخرت است، هم مالک زمین و آسمان است که دی دعا ذکر شده. پیامبر اسلامی دعا را زیاد دوست داشت و زیاد برای اجابت دعا تاکید کردن. لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا الله رب السماوات والارض و رب العرش الكريم. و همین قسم یک دعای دیگر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای اجابت دعا خیلی مؤثر خواندن. یا حی یا قیوم استغیث بر، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، متبقیش یادم رفت، یا حی یا قیوم. خب به هر صورت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در ارتباط دعا امی دعا را زیاد تاکید کردن که لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا الله رب السماوات والارض و رب العرش الكريم. و در ذکر سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم و لا اله الا الله، دیگر الله اکبر، سبحان الله، الحمدلله، همش ذکر است که ما میتونیم از این طریق عملنامه خود پر بسازیم. وقتی که یک انسان با گفتن یک دفعه لا اله الا الله نجات پیدا میکند، شما که بشینین ساعت ها لا اله الا الله بگوین، چی فکر میکنین در حق خودتان؟ شما ناکام میمانین؟ هرگز نه، هرگز شما ناکام نمیمانین. وقتی که انسانی به یک بار لا اله الا الله که عملنامه از او را از بین میبرد و خدای یک طور به جنت روان میکند، شماهایی که سالها و ماها و ساعتها بشینین لا اله الا الله بگوین، آیا شما به دوزخ میروین؟ هرگز نه، خدای یک طور برکت این کلمهش شما را نجات میدهد. پس شما ذکر بکنین. برادری ما نشته کردن که خیرات به فقرا بیشتر ثواب دارد یا به مدرسه دینی. برادر نهایت عزیز، فقرا هم مدارس دینی هستند، مدارس دینی هم جمع فقرا هستند. کسایی که میخوانند، درس میخوانند، مسافر هستند و طلب علم دینی را میکنند، از یا کرده برتر دیگه یا هستند که هم فقیر هستند و هم آموزش، هم آموزنده علوم دینی هستند. پیامبر علیه الصلاه و السلام در یک حدیث میفرماید که تا وقتی که طالب العلم به خانه برمیگردد، ملائکه بال خود به زیر پای طالب العلم فرش میکند. این برکت را فقرا ندارد، این برکت را طالب العلم دارد، کسی که علم شرعی را میآموزد. و در این حال اینها اکثرا فقیر میباشد. ما که وقتی میبینیم در مدارس فرزندان فقرا زیاد رجوع میکنند، اما فرزندان ثروتمند کمتر ما میبینیم. اولش نمیبینیم، اگر ببینیم بسیار کم به علوم دینی روی میارن. بنابر این چه بهتر که به طالب العلم فخیرات خدا بدهین، به مدارس دینی بدهین که هم اجر و هم پاداش و هم ثواب و هم خرما. برادر ما نشته کردن که سوال دارم، حکم گذاشتن پول زیر قرآن کریم چیست؟ من نفهمیدم در کجا میگذارین شما پول را در زیر قرآن کریم. اگر منظورتان دوره باشه که در دوره و اسقاط بگذارین، کاملا حرام، کاملا قطعی، و قرآن را توهین نکنین، از خدا بترسین، قرآن را سوء استفاده از قرآن نکنین، قرآن را بخوانین، به قرآن عمل کنین. حتی گذاشتن قرآن در تاخچه های بلند و الماری برای همیش و ترک کردن او تلاوتش را که نکنی سود به شما نمی بخشد، به شما فایده ندارد. بنابراین پس کوشش کنین قرآن را بخوانین و عمل کنین. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به خاطر خواندن و عمل کردن به سوره بقره 12 سال سپری کردند. 12 سال تنها سوره بقره را خواندن و عمل کردن. پسر گرامیش 8 سال را سپری کردن، سوره بقره را 8 سال خواندن و او را در زندگی خود تطبیق کردن. قرآن به می خاطر نازل شده که ما او را بخوانیم عمل کنیم. کسایی که تبرکن قرآن را در خانه ها نگه می دارد و او را تلاوت نمی کند گناهکار هستند. حق قرآن ادا نشده و
منظور از قرآن تلاوت و عمل کردن است. حتی این قدر کتاب کریم و کتاب مقدس هست که اگر بخوانی و نفهمی باز هم الله اجر پاداش میدهد. هیچ کتاب نیست که او را بخوانی و نفهمی تو از او اجر بگیری، به استثناء قرآن کریم. قرآن کریم را بخوان، یعنی نفهمی که خدای ما چی میگد، باز هم الله به تو اجر پاداش میدهد. اما با پوش های رنگارنگ و او را پوش کرده و در بلند گذاشتن، این حق قرآن ادا نمی شود و این سبب نجات شما نمی گردد و شما را الله جل جلاله در روز قیامت مؤاخذه می کند که قرآن ما به خاطر عمل فرستاده شده بود، نه به خاطر گذاشتن در الماری ها که شما به خاطر برکت بگذارین و هر وقت خطر آمد و مصیبت آمد از او استفاده کنین. در غیر از اونه نه، قرآن کتاب حدیث، قرآن کتاب راهنماست، راهنمایی در تمام ابعاد زندگی انسان ضروری است. عبدالبها از ولایت فراه ولسوالی شیبکوه کدام علم را به پیامبر اسلام فرمودن که به مرد و زن فرض است؟ منظور پیامبر گرامی علیه السلام علم دین است. طلب العلم فریضتن علی کل مسلم و مسلمتین، مفهوم این حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علوم دینی است. علوم دینی حاوی مسائل نماز است، مسائل حج است، مسائل زکات است، مسائل روزه است و این بالای مرد زن فرض است. بالای ما فرض است که ما به نماز علم داشته باشم. بالای یک خانم فرض است که او به نماز علم داشته باشد. بالای مردها فرض است که به احکام روزه علم داشته باشند. بالای خانم ها فرض است که به احکام روزه علم داشته باشند. یک خانم باید ضروریات حج خود بداند. یک خانم باید ضروریات زکات خود بداند. و زکات میدهد، حج میکند، باید بفهمد که زکات یعنی چه معنا، ارکانش چیست، لوازماتش چیست و حج ارکانش کدام است و چه کار انجام بده که حجت خراب میشود. راجع به این امورات مردها هم مکلف هستن علم بیاموزن و خانم ها هم مکلف هستن علم بیاموزن. منظور پیامبر گرامی علیه السلام این علم است. اما علوم عصری اگر به عزت و حجاب و عفت خانم ضربه وارد نکنه، بخواند، گناهکار نمی شود. اما اگر طور یعنی قضیه طوری شود که آموختن علوم عصری عزت خانم را بگیرد، حجاب خانم را بگیرد، عفت خانم را بگیرد، در این صورت شریعت ما اجازه نمی دهد. میگه عزت تو، عفت تو، حجاب تو از دکتر شدن کرده به ما بالاتر است. وقتی تو دکتر میشی و اجابت از دست میدی، ما ایره قبول نمی کنم. وقتی تو انجینر میشی و عفت از دست میدهی، اسلام میگه ما ایره قبول ندارم. اگر گفتم حضورتان عرض کردم که برای یک دختر اگر حجابش مراعات شد، عزت و عفتش مراعات شد، اگر علوم عصری خواند گناهکار نمی شود. اما خیلی ها سخت است که ما ببینیم زمینیش مساعد شود. زمینیش ما نمی بینیم در جامعه ما. بنابراین پیامبر علیه السلام منظورش علم دین است. برادران و خواهران گرامی، سپاس از شما که تا حال در برنامه با ما بودین. تا فررسنی برنامه های بعدی شما را به الله یکتا می سپارم. خدا حافظ. بسم الله الرحمن الرحیم. فاسألوا اهل الذکر كنتم لا تعلمون.